خب عرضم این است و پرسش اینجاست که آیا اسم این نگاه و این تعبیر و این شناخت و این درک و دریافت رو خود اون بزرگواران علیهم السلام گذاشتن عرفان یا دیگری گذاشته عرفان، این کلمه، این اصطلاح و بعد هم توالی این نامگذاری و این عنوان آیا از دیگری است یا از خود این بزرگواران، از زبان خود این 14 بزرگوار علیهم السلام آیا اصطلاح عرفان صادر شده و یا درس‌هایی تحت این عنوان داشتن؟ بله، اولا شما ببینید، اولا این حدیث مشهور که صحتش متفق علیه است و ما خلقت الجن آیه شریفه لیعبدون را لیعرفون تفسیر کرده، البته اینم در برنامه چه امشب چه برده شب اگه وقت بود شما مطرح بفرمید که میگیم که چرا اصلا خدا از اول لیعرفون نگفت. بله. حکمت بسیار بزرگی داره لیعبدون فرمود. خب این اول لازم. از اون طرف شما نگاه کنید، شما اصلا کلمه عرفه، عارف، صحبت شناختنه. شما در کلمات اهل بیت نگاه کنید، امام صادق سلام الله علیه وقتی عقل بشر را وصف میکند، عقل به ما هو عقل، ببینید یه عقلی ما داریم که با اون عقل یکی پزشک میشه، یکی طلبه میشه، یکی میره کار دیگه انجام میده، این همه صنعت و تکنیک در دنیا با عقل دیگه. بله. حضرت صادق سلام الله علیه عقل و اول عقل به ما هو عقل رو وصف میکنه، میفرماد که عقل دعامت الانسان، اصلا ستون شخصیت انسان. بعد میگه که مفتاح امرهی، کلید کار انسانه، مبصرهو، چشمگشای انسانه، دلیلهو، راهنماشه. همه این را که میگه عقل به ما هو عقل، برای مقطعی که میرسد اینجا میفرماد فایزا کان تأیید و عقلهی من النور. اینجا دیگه اون عقل پیچمهره و عقل تکنیک و صنعت یا اون عقلی که طلبه میشه یه نفر تاجر میشه، اون دیگه من دوم بر اینجا بحث عوض میشه. فاذا کان تأیید و عقله بالنور، وقتی همین عقل معید به نور شد چی میشه؟ میگه کان عالما فتنا عرف موصوله و مفصوله، این عرف عرفان، میشناسد از چی ببرد ولی چی بپیوندد. مجلسی اول پدر مجلسی مشهور رضوان الله علیه ما محمد تقی خیلی مرد بزرگی بوده. مرحوم امام رضوان الله علیه در یکی از نوشته‌هاش دارد که میگه محمد تقی شیخ ارباب معرفت است، خیلی بزرگ بوده. ایشون به این حدیث که میرسه شاید اینطور باشه، میگه خدا ما را به اسرار این حدیث با اسرار این حدیث آشنا کند. خیلی پیچیده است که عقل چطور معید به نور میشه. همین حدیث. بله. مبحث اصلا عوض میشه، عرفان اینجاست که وجود میاد. بله. حالا و از این قبیل، یعنی یا مثلا اون پس عبارتایی که اینجوری عرفه توش هست، یا من عرفه نفسه فقط عرفه ربه امثال اینها. بله. اینها نمادهای شما میدونید یا نمونه های معیداتی برای اینکه خود عرفان دغدغه خود معصومین علیهم السلام بوده. بله آقا. بله. و اون اصطلاح طریقت و شریعت که به کار میبرن هم اشاره به همین. خدمت شما عرض شود که اون یک حدیثی نقل میکنن، صحبت میکنن دربارش. خدمت شما عرض شود که خیلی اون مفصله، یعنی اگر اونو در وقت دیگری وارد بشیم بهتره.